زیبایی ها، سلام و درود عرض می‌کنم خدمت همه کنکوریا و دانش آموزان عزیز، همه دانش آموزانی که قرار امتحان نهایی بدن و امتحان نهایی بالاتر از زیست ما نداریم. چرا؟ چون زیست بیشترین ضریب رو تو کنکور داره. آقا کنکور چه ربطی به امتحان نهایی داره؟ ببین، امتحان نهایی زیست امتحان نهایی مفهومیه، چون کنکور مهمترین درستون درس زیست هست، در امتحانات نهایی هم باید بیشترین اهمیت رو به درس زیست شناسی بدید. اگر شما این ویدیو رو دارید میبینید و امتحان نهایی تأثیر مثبت داره، که تأثیر مثبتش رو میذاره هیچی، اگر تأثیر قطعی داره 60% که دیگه واویلاه، یعنی اون 60%ی که تأثیر قطعی میذاره امتحان نهایی، شما باید برای درس‌های تخصصی و اصلا کلن امتحانات نهایی ارزش فوق‌العاده بالایی قائل بشید، مخصوصا درس زیست شناسی که توی رشته تجربی مهمترین درس کنکور و امتحان نهایی است. حالا ما قراره بیایم توی این ویدیو و توی این به اصطلاح جلسه یه پیشبینی داشته باشیم از امتحان نهایی که قراره شرکت بکنی توش، و از اون مهمتر بیایم تیپ بندی کنیم. آقا از قبل که شما میخواییم وارد امتحان نهایی بشید، بدونید سوالاتی که مقابلتون قرار خواهد گرفت چی هست. نوشدارو بعد از مرگ سهراب هست. حالا ما میایم میگیم قبل یه بیایم پیشگیری داشته باشیم که دیگه به مرحله درمان نرسه. شما قبل از اینکه امتحان نهایی سر جلسه حاضر بشید و سوالات رو ببینید، یه بار قبلش سوالات اینجا دیده باشید، البته عیناً نه ولی مشابه. حالا نکته اینه بچه‌ها، توی این جلسه تمرکز بسیار بالا باشه، قرار تیپ بندی داشته باشیم، قرار سوالات امتحان نهایی خرداد 1400 رو براتون حل کنم که توی طرح 20 من 98 و 99 رو حل کردم، 1400 رو محول کردیم به این به اصطلاح جلسه و میخواییم با هم بشینیم و این جلسه رو کامل سوالاتش رو حل کنیم. البته قبل از سوال باید تیپ بندی رو بگیم تا سوالات برای ما مشخص بشه. بریم جلو. خب قبل از اینکه وارد اصلا تیپ بندی بشیم، بچه ها طرح 20 رو ندیده نیاین اینجا، حتما طرح 20-12 رو ببینید. طرح 20-12 تمام فصل ها، تمام سرتیترها و مطالب مهم و چیزهایی که در امتحان میاد به صورت خلاصه برای شما تدریس شده، نمیدونم 4-5 ساعت 6 ساعت بیشتر نیست، بشین اونو ببینید، خیلی مهمه. من اونجا اومدم مطالبی که مهمترن رو جدا کردم به صورت شب امتحانی براتون گفتم، پس اگر اونو ندیدید که اینجا داره نمایش داده میشه بخشیش، بید اول اونو ببینید، اون مهمه. پس بعد از این که اون رو دیدید بیاییم و تیپ بندی رو ببینید. حالا اونایی که دیدن طرح 20 و کامل همراه ما بشن برای ادامه بحث. خب آقا یک ذره تأمل داشته باشیم تا این تیپ بندی بر ما آماده بشه. تیپ بندی که ما داریم، اول سوالات رو میخواییم بگیم. آقا سوالاتی که امتحان نهایی است چه مدل هاییه؟ آقا اصلا طراح سوالات امتحان نهایی آیا در هر سال سوالاتی رو تکرار میکنه یا نه؟ میاد جدید میده؟ اینا رو همه رو میخوایم بررسی کنیم. کلن میخوایم اینجا بشینیم یه ساعت فقط در مورد امتحان نهایی صحبت کنیم، کاری به کنکور نداریم. البته یه مژده‌ای بدم، اونایی که تا آخر ویدیو همراه ما باشن، آخر ویدیو قراره یه ذره کنکور هم صحبت کنم که خیلی مهمه. بریم جلو. خب انواع چی؟ انواع مدل سوالات امتحان. امتحان چی؟ امتحان نهایی زیست شناسی. پس ما الان میخوایم انواع مدل سوالات رو براتون بررسی کنیم. بریم ببینیم. اولین دسته سوالات که همیشه هست، سوالات جای خالیه. پس سوالات چی؟ جای خالی. آقا چه جوری جای خالی میدن؟ اینجوری میدن. ببین هر قسمتی که اینجا داری میبینی، هر مثالی که من برات آوردم، عیناً از امتحانات نهاییه. یعنی امتحانات نهایی 98-99-1400، هر امتحان نهایی جدید و قدیمی که برگزار شده برای نظام جدید من اینجا آوردم و اینجا براتون مثال میزنم. ببین سوالات جای خالی اینجوری هست. میگه در هر یک از عبارات ریاضی جای خالی رو با کلمات مناسب پر کنید. میاد الف ب جیم دال فلان تا آخر میده. معمولاً هم هر سوال 25 صدومه که مثلا در نهایت کل جای خالی مثلا بشه 1.5 نمره.
یه نیم نمره بعیده بدن، 25 صدم میدن، مگر اینکه خود یک سوال مثلا دو تا جای خالی داشته باشه. حالا نکته اینه، برای اینکه سوالات جای خالی رو ما مشکل بهش بر نخوریم و اصلا مشکل باش نداشته باشیم، چه جوری باید این سوالات حل بشه؟ ببین این به مرورت برمیگرده. موقعی که میخوای کتاب رو مرور بکنی، اون قسمتی از متن کتاب که یه سری چیزا رو داره توضیح میده، مثلا میاد کوآنزیم رو توضیح میده، یه ذره تیترشو بولد کرده، اومده کوآنزیم بعدش توضیح داده. اینا مهمن. ببین تو جای خالی چیزایی مطرح میشه که حول اطراف اون میچرخه. مثلا توی فصل 2.12 در مورد ترجمه داری صحبت ها میکنه، در مورد مرحله آغاز. اون مرحله آغاز تیتر مهمه، اون چیزایی که توی تیتر مطرح میشه مهمه. آقا آنزیمی که رنا رو دی ان ای رو نویسی میکنه، ازش آر ان ای تولید میکنه، کیه رنا وسوارازه؟ اینو شما که میدونی، اینا معمولا تو جای خالی ازش سوال میدن. پس سوالات جای خالی به این صورت، یعنی جای خالی اگه بخوای حل بکنی، بعد تیترهای کتاب رو خوب مطالعه کرده باشی. که مثلا حالا بریم یه نمونهشو بگیم. میگه که در گروه خونی آ ب او بین آلل های آ و ب رابطه چی وجود داره؟ بابا رابطه 3 تا بود، غالب و مغلوب، بارزیت ناقص، رابطه سوم همتوانی. خب این میشه همتوانی. ببین همتوانی مهمه، تو کتاب بولد شده، همینجا اومدن ازش سوال داد. تمام شد. این اولین دست. دسته دوم سوالات، سوالات دو گزینه‌ای هست. ببین بین دو تا شک میندازه. خیلی هم سوالات راحتیه، از جای خالی راحت تر، چون جای خالی شما باید از بین این همه کلمه یه چیزو پیدا کنی. اما دو گزینه‌ای آقا 50-50 پنالتیه، یا گل میشه یا نمیشه. بریم ببینیم. آقا این سوالات، سوالات دو گزینه‌ایه. میاد میگه که از بین کلمات داخل پرانتز انتخاب بکنید. دیوکسیریبوز یک اکسیژن از ریبوز بیشتر داره یا کمتر داره؟ کمتر داره دیگه، دیوکسیه. تمام شد، همینو دورشو خط میکشی تمام. پس این میشه سوالات دو گزینه‌ای. خیلی سوالات راحتیه بچه ها، سوالاتیه که به راحتی شما میتونید ازش نمره بگیرید. حتی بچه‌هایی که نخونده باشن هم خدایی نکرده میتونن بیان اینجا با سکه و حالا بحث 50-50 سوالو به جواب برسونن. حالا احتمال داره درست باشه یا غلط، ولی خب اونایی که خوندن اصلا ندیده میزنن. آقا معلومه دیگه، دیوکسیریبوز دیوکسین کمتر داره. یا حالا بریم اینجا، میگه در هر که بازدازید جواب صحیح رو از بین کلمات انتخاب بکنید و در برگه پاسخنامه بنویسید. آقا آنزیم فلان یا فلان فعالیت نوکلئازی داره. خب معلومه دیگه، آنزیم دنوواسپاراز هلیکاز که نمیتونه چیزی رو بشکونه، یعنی فسفودیستر که نمیتونه بشکونه، دنوواسپارازه که میتونه نوکلئاز انجام بده و فسفودیستر رو برای ویرایش بشکونه. پس این میشه تیپ سوالات دوم که میشه سوالات دو گزینه. اول جای خالی بود، بعد دو گزینه. دسته بعدی سوالات، سوالات شکل داره. آقا شکل داره توش، سخته؟ میتونه سخت باشه. راحته؟ میتونه راحت باشه. مثلا نگاه کن، میاد میگه که در شکل روبرو علامت سوال رو نامگذاری کنید. پس ببین سوالات شکل داره اینجوریه، یه شکل رو به شما میدن، روی یه چیزی از اون شکل علامت سوال میذارن، یا اصلا اینا رو نمیذارن. ببین نگاه کن، این رنای در حال رو نویسی، راه انداز، اینا مثلا تو امتحان نهایی اومده حال داده تر راه، معمولا اینا رو هم نمیذارن. میان مثلا اینو میذارن 1، اینو میذارن 2، حالا اینو میذارن 2، اینو میذارن 3، یعنی 3 تا عدد میذارن و توی سوال ازتون سوال میپرسن، میگن مثلا شماره 1 چیه، جنسش چیه، مثلا شماره 2 در حال انجام چه کاریه. حالا اینجا از ما علامت سوالو پرس. خب علامت سوالو جواب میدیم، 25 صدم واسه دیگه، خیلی ساده. ببین یه شکل 25 صدمی، یا شکلو میان اینجوری میدن، میان شکل روبرو یکی از آزمایشات گریفیتو داره نشون میده. ببین شکل رو بهت میدن، شما میخونی این متنو، میفهمی مثلا آزمایش فلانه، بعد نتیجهشو مینویسی. بچه یه نکته بهتون بگم، امتحان نهایی با امتحانات مدرسه خیلی فرق میکنه. تو چی فرق میکنه؟ تو جواب دادن شما. ببین اونی که نشسته داره امتحان نهاییو تصحیح میکنه، مثلا شما فکر کن یک مصحح در روز میخواد 1000 تا برگه تصحیح بکنه، خب آقا حوصله نداره که بیاد بشه 2 ساعت بخونه. به خاطر همین میاد نمراتو به اون جوابی میده که خلاصه و مفید باشه. پس شما خلاصه و مفید بنویس تو امتحان نهایی. مثلا داره میگه نتیجه این آزمایش چیه، خیلی ساده بنویس. ببین اینجا داره مثلا میگه مخلوطی از باکتری های پوشینه داره کشته شده با گرما، کشش‌ها با گرما، و باکتری که فاقد پوشینه است.
خب این آزمایش چندمه؟ خب این آزمایش چیه؟ چهارمه دیگه. نتیجه این آزمایش چی بود؟ موش مرد. تمام. حالا بیا 2 ساعت مثلا توضیح بده. ببین در آزمایش اول موش مثلا نمرد به خاطر اینکه این کپسول دار بود. حالا در آزمایش چهارم چون بابا ول کن اینا رو. بنویس به سادگی نتیجهشو خواسته دیگه. ببین 25 صدام که بیشتر نیست. آقا موش در این آزمایش مرد. تمام شد. آزمایش گریفیت. بچه آزمایشات فصل 1 خیلی مهمه. آزمایشات فصل 1 فوق المهمه. گریفیت، ایوری، دیگه نمیدونم آزمایشات دیگه، مخصوصا گفتار 2، مزسون استال، اینا آزمایشات مهمه کتابن که ازش سوال مطرح میشه تحت عنوان مثلا شکل. میتونست مزسون و استال رو بده. خب این از این. بریم دسته 4 روم. پس جای خالی، 2 گزینه‌ای، شکلدار، صحیح غلط. آقا صحیح غلط چی؟ درستی یا نادرستی هر که باعث زیرا بدون ذکر دلیل مشخص کن. آقا اینا ساده است، مثل 2 گزینه‌ها، 50-50، 50-50، یا صحیح یا غلط. خب آقا اینا رو چجوری حل بکنیم؟ اینا اصلا کاری نداره، مثل اون 2 گزینه‌ای هست دیگه. ببین شما 2 تا حالت داری، یا بلدی سوال رو. ببین اصلا 2 به شک بودن هم اینجا به نفع شماست، چون بالاخره 2 به شک هستی، یعنی مثلا فکر می‌کنی درسته یا غلطه، اون چیزی رو انتخاب کن که اول به ذهنت میاد. معمولا شما روی چیزی که بیشتر فکر می‌کنی هی ذهنت میره پیدا کنه، اینو میزنه اونو میزنه، درگیر میشه و این یه مقدار ذهنو درگیر اون سوال می‌کنه. اصلا درگیر نکن خودتو. ببین اگر خونده باشی و اون مطلب تو ذهنت باشه سریع میتونی اینا رو جواب بدی. اگرم نخونده باشی که حالا ببین نوره منفی که نداره، یا بزن سریع یا بزن غلط. مثلا میگه در نوکلیک اسیدهای خطی گروه فسفات در یک انتها و گروه هیدروکسی در انتهای دیگر آزاد است. ببین نگاه کن اینا رو که میگه بررسی کن، آقا میگه دی ان ای خطی. خب دی ان ای خطی اینجوریه دیگه، شما سریع میزنی چی؟ صحیح. گروه فسفات توی انتهای، گروه هیدروکسی هم در یک انتهای دیگه که میشه به اصطلاح قطبیت داشتن. پروتئین ها از یک یا چند زنجیره بلند و انشعاب دار ساخته شدن. بابا انشعاب نداره پروتئین، بدون انشعابه، پس همینو بزن غلط. خب اینم از این. بریم دسته 5. فقط من اینجا تیپ بندی رو دارم میگم، سوالیو حل نمیکن. دسته 5 سوالات موضوعی هن. آقا موضوعی یعنی چی؟ یعنی که میاد میگه در مورد تغییر در اطلاعات وراثتی به پرسش های زیر پاسخ بدید. یعنی چی؟ یعنی میاد یه موضوع کتاب میگیره، مثلا در مورد جهش، و اون جهش رو تو تایتل سوال میده، میگه آقا من میخوام در مورد جهش ازت بپرسم، حالا بیا 5 مورد از الف شروع کن تا هست به این سوالاتی که در مورد جهش میپرسم جواب بده. یا مثلا میاد میگه در مورد روش های ساخته شدن ATP. ببین یه موضوع رو میذاره بالا، ازش چندین تا سوال میپرسه، به اینا میگن سوالات موضوعی، که بسیار زیاد در امتحان نهایی از این سوالات خواهید دید. این سوالاتی که موضوعی هن، یک موضوع رو میدن به شما و ازتون سوال میخوان، ازتون بسیار چند تا سوال میپرسن و پاسخ میخوان، اینا میشن سوالات موضوعی. خب اینم دسته 5. اما دسته 6 سوالات پراکنده. سوالات پراکنده یعنی چی؟ این از جاهای مختلف. ببینیم، میاد میگه که به پرسش های زیر پاسخ بدید. کلن یه سوال میپرسه به پرسش های زیر. آها فرق این با قبلیه چیه؟ فرق اون با این اینه که تو اون میگفتش در مورد یک موضوع، حالا بیا به این سوالات پاسخ بده. اما اینجا اینجوری نیست، میگه پاسخ بدید هر چی که دلم خواست میپرسم. به کل محتوای ماده وراثه چی میگن؟ در زنجیره انتقال الکترون تنها راه، اصلا این مربوط به فصل مثلا 4، این مربوط به فصل 5، هیچ ارتباطی با هم ندارن. یا مثلا مرحله مشترک بین تنفس حوازی و بی حوازی چیه؟ آنزیم روبیسکو، اون فصل 6 اصلا چرا توی 5 داره؟ آقا ربط نداره. به اینا میگن سوالات پراکنده. پس دسته 6 سوالات که شما بعد برای خودتون این رو به اصطلاح حل بکنید این هست که آقا سوالاتی بهتون میدن، دقیقاً این کنکور سراسر، یه گزینه مال مثلا فصل 5 12، یه گزینه مال فصل 3 12، یه گزینه مال فصل 2. اینا میشن سوالات ترکیبی، حالا بگیم پراکنده. البته تو اینجا ترکیبی نمیشه گفت چون هر سوال مستقله، ولی خب تو کنکور ما به اینا میگیم سوالات تستای ترکیبی، که حالا توی بحث ترفندهای تستی من اینا رو مطرح کردم. خب اینم دسته 6. اما دسته 7 آقا مسائل. بله تو ژنتیک ما مسائل داریم، مربع پانت و بسنون مسائل و همین حرفا رو میتونن بدن. ببین میاد میگه رخنمودهای زاده های حاصل از آمیزش 2 گل میمونی رو با رسم مربع پانت بنویس. آقا مربع رسم بکنی، حالا اینا رو نمیتونی بگی به اون مسائل عددی ژنتیک از اون سنگینا، نه بچا تو امتحان نهایی مسائلی که میدن خیلی ساده است، با مربع پانت یه مربع بکشی قشنگ راحت حل
میشه. یا میاد میگه مردی هموفیل با زنی که سالم است و ناقلم نیست ازدواج میکنه. ژن نمود و رخ نمودهای این فرد رو با رسم مربع پانت. ببین چون تو کتاب مربع پانت اومده، طراحای امتحان نهایی نمیتونن بیان سوالات سخت بدن، سوالاتی که نیاز باشه شما ردگزینه کنی، نمیدونم بیای پدر مادر رو به دست بیاری و نمیدونم هزار تا اتفاقی که تو تست رقم میخوره اینجا نمیتونه رقم بخوره و شما ساده میتونی انجام بدی. و مربع پانت هم بچه ها برای سوالات راحت ژنتیکه، برای سوالات سخت ژنتیک مربع پانت کاربردی نداره. به خاطر همین از این جهت خیالتون راحت که سوالات ژنتیک و مسائلی که بهتون میاد راحت، که اینجا چند نمونه از امتحانات نهایی براتون آوردم میتونی ببینید. حالا این سری سوالات هست بچه ها، میاد میگه در مورد انتقال نسل ها اطلاعات در نسل ها به پرسیدی پاسخ بدید. یعنی اون موضوعیه بود گفتم در مورد فلان از چند تا سال پرس، حالا مسائلم قاطیش میکنه. یعنی این دستبندی ها که من تا الان هفتاشو آوردم ممکنه با هم ترکیب هم بعضی جاها بشه، مثلا این موضوعی و مسائل که اینا میتونن با هم یکی هم بشن. خب اما دسته هشتم سوالات، سوالات چی هستند؟ سوالات جدولن دیگه، فکرم آخرین دسته باشه. سوالات جدول هم که ساده است. آقا یه جدول بهت میده میگه اینو به اون بس کن، اینو به اون بده، یکی از اینا اضافه است، یکی از اینا اضافه نیست. برای جدول باید چیکار کنیم؟ ببین مثلا میگه در جدول زیر هر یک از ویژگی‌های ذکر شده مربوط به کدام گروه از گیاهان است. مثلا الف ب جیمو داده، بعد مثلا تثبیت اولیه در کربن خواسته، تثبیت اولیه کربن در میانبرگ و انجام چرخه کالمین خواسته. مثلا برای یکیش گیاهان C4 و برای یکی گیاهان C3 است، یکی CAM. یا حتی ممکنه بچه‌ها مثلا یه گزینه اضافه باشه که شما رو گمراه بکنه که آقا مثلا یه دونش اضافه است، این مال کیه؟ یکی بعد بمونه، یکی اضافه است، شما باید بقیه رو اول حساب بکنی، اون یکی که اضافه است رو بذار کنار. یا مثلا میگه هر یک از آنزیم های جدول زیر وظیفه ساخت کدام نوع از رنا رو بر عهده دارد. مثلا رنا بسفاراز 1 رو داده رنای رناتنی، راحت یکش رو داده که شما مثلا دوتای بعدیش رو بگید که هر کدوم 25 صدم بشه. رنا بسفاراز 2، رنا بسفاراز 2 مثلا میشه رنای پیک، رنا بسفاراز 3 میشه تی آر ان یا رنای ناخ، اینو می نویسید همین سادگی. خب حالا بچه ها یه نکته دقت کردید؟ توی امتحانات نهایی از اون سوالات تشریحی که مثلا بیاد بگه مراحل رونویسی را بنویسید و توضیح دهید نداریم. آقا اونا مال امتحانات مدرسه است که بعضی از دبیرها مطرح میکنن. برای امتحانات استاندارد نهایی از اینجور سوالات کلی که بیاد یک موضوع ازتون بخواد نداریم. چرا نداریم؟ چون فرصت نمیشه. شما بخوای بیای کل مراحل ترجمه رو بنویسی که دیگه وقتی نمیمونه که. پس ببین سوالات تشریحی به اون صورت که مثلا معلم ها غالبا آخر امتحانات میدادن تو دهم یازدهم یا حالا همین امتحان نوبت اول دوازدهم، مثلا میمد میگفت در مورد جهش های بزرگ رو بنویسید و هر کدام رو توضیح بدهید، از اینجور سوالاتی که بیاد ازتون 6-7 خط بخواد بنویسید دیگه نداریم. سوالات خیلی ساده است، یعنی در حدی که 90 دقیقه امتحان نهایی شما میتونید به راحتی توی 40 دقیقه 50 دقیقه بنویسید بیای بیرون. این در این حد راحته، ولی خب این تأثیر قطعیه رو که دارم میدن توی به اصطلاح امتحانات یک مقدار کار سخت‌تر میشه، چون امتحانات هم لولش ذره میره بالاتر. الان امتحان نهایی که من جا آوردم مال 98 99 و 1400، این سه تا امتحان نهایی تأثیر قطعی روی کنکور روی به اصطلاح نتایج شما نمیذاشت، همشون تأثیر مثبت بود. اما از سال آینده که قرار تأثیر قطعی بدن لول سوالا رو میذارم میبرم بالاتر. حالا به اون تایم برسیم من اون سوالات رو براتون میارم و کامل حل میکنیم. خب آقا اهمیت فصل در امتحان نهایی، یه نکته من بهتون بگم، بارونبندی تمام فصل 2.5 نمره است در امتحان نهایی، یعنی هر 8 تا فصل داره دیگه 12، 8 تا 2.5 نمره میشه 20 نمره. حالا نکته اینجاست آقا، پس این اهمیت فصل ها چی میگه؟ ببین نگاه کن، اهمیت فصل ها یعنی این که شما باید براشون وقت بیشتری بذاری. ببین ژنتیک از همه اهمیتش بیشتره. یعنی چی؟ آقا فصل 1، فصل 2، فصل 3، فصل 4، فصل 7، 5 فصل ژنتیک دارید، 5 تا 2.5 نمره از ژنتیک میاد. خب پس ژنتیک از همه بیشتر اهمیت داره. پس کسی که اگر خدای نکرده کسی بگه آقا من فقط برای قبولی میخوام بخونم، مثلا نمیخوام 20 بگیرم، میگیم برو فقط ژنتیکو بخون، آقا 5 تا 2.5 نمره داره ازش میاد. فتوسنتز بچه‌ها خیلی مهمه. چرا فتوسنتز مهمه؟ چون فتوسنتز و تنفس یاخته‌ای مثل دوتا داداش هم با هم ارتباط مفهومی دارن، پس فتوسنتز خیلی مهمه. بچه‌ها تو کنکور سراسری 1400 بیشترین سوال از فتوسنتز دادن. ببین دیگه چه خبره.
و بعدی هم رفتارهای جانورانه. چرا رفتارهای جانوران از بقیه مهمتره؟ چون آقا جانوریه، ترکیب پذیره. حالا در امتحان نهایی که زیاد بحث ترکیبی نیست، ولی نسبت به بقیه اهمیتش کمتره، توی کنکور سراسری اهمیتش میره بالاتر. چرا؟ چون ترکیب پذیر داره. پس اهمیت فصل در امتحان نهایی به طور کلی بخوام بگم، یک، ژنتیک از همه مهمتره چون مسائلم توش بود. دو، بحث تنفس یاخته و فتوسنتز، که فتوسنتز به اصطلاح گل سرسبدشونه چون گیاهی هم هست، بعضی خوششون نمیاد از گیاهی. و سه، هم رفتارهای جانوران. اینم برای اینا آوردم که دیگه اینجا بدونید. خب حالا بریم سراغ حل امتحان نهایی خرداد سال 1400 که قولشو بهتون داده بودم. بریم جلو، من پن اینو فعال بکنم و شروع کنم. آقا امتحان نهایی درس زیست شناسی 3 تا صفحه داره، رشته علوم تجربی، 8 صبح 90 دقیقه فلان، نامنامه خانوادگی، تاریخ امتحانم 17/3/1400 بود. خب میگه سوالات پاسخنامه دارد. ببین نکته اول که دیگه خیلی بدیهیه، آقا اینا پاسخنامه داره، یعنی شما توی این 90 جواب بدی. حالا شما اینجا دیگه پاسخنامه نیاوردیم، دیگه من اینجا جواب میدم بعضی سوالات رو درش خط میکشیم و اینها. پس ببین شما تو پاسخنامه بعد این سوالات رو به اصطلاح یادداشت کنید جوابش درستی یا نادرستیه. آقا اولین سوال چه سوالات صحیح غلط، پس حواست باشه. بچا بعضیا میرن از آخر حل میکنن، این کارا رو نکنید، از همون اول شروع کنید. مثل تست نیست از گزینه 4 بررسی کنیم تا 1، از همون اول 1 شروع کن تا آخر، دیگه از آخر نیا به اول. هورمون ها پیام های بین یاخته ای را در بدن جانوران رد و بدل میکنن. آقا وظیفه هورمون همینه دیگه، پیک شیمیاییه و این کار رو انجام میده. این از این، این پس درست. به تعداد انواع رمزه ها پادرمزه است. آقا رمزش از 4 تاست، پادرمزش از 2 1، پس این غلطه، تعدادشون یکی نیست. جایگاه ژنی گروه خونی RH در کروموزوم شماره 9، بابا اون ABO بود، این کروموزوم شماره 1، پس این غلط. برای آنکه جمعیتی در حال تعادل باشد لازم است آمیزش ها در آن غیر تصادفی باشه. نه، برای اینکه جمعیت به هم بریزه باید اینجوری باشه، اگه قرار باشه که تعادل باشه که نباید غیر تصادفی باشه، پس این غلط. اولی مرحله تنفس یاخته‌ای قندکاو به معنی تجزیه گلوکوز، کاملا درست. متن کتاب، در رکود تابستانی سوخت و ساز جانور میاد پایین، کاهش پیدا میکنه دیگه، اینم درست. خب این از این. در یک از عبارات تجزیه جای خالی، آقا رسیم سوال جای خالی، سوال تیم مقدار لولش اینا بالاتر، سخت‌تر. پیوند اشتراکی بین آمین اسیدها رو میگن پیوند پپتیدی. رمزه ULG هیچ آمین اسیدی رو رمزه میکنن، به اون میگن رمزه پایان، ULG، UAA و UGA، اینا رمزه های پایانن. رابطه بین آلل A و B در گروه خونی ABO رابطه همتوانی است. منظور از آمیزش موفقیت آمیز، آمیزشی است که به تولید زاده های زیستا و زایا منجر بشه. زیستا یعنی بتونه خودش زندگی بکنه، زایا یعنی که چی؟ بتونه تولمس موفقیت آمیز داشته باشه. این از بخش اول. خب بریم بخش دو. از بین کلمات داخل پرانتز سوالات دو گزینه‌ای، آقا دنا در راکیزه میتوکندری، بچه اینا جا خالی نیستن، اینا رو شما نگیرید، اینا میان میذارن، این فارسی و انگلیسی که میشه اینا رو با هم میارن معمولا که اشتباه نکن. دی ان ای در میتوکندری به حالت چیه؟ حلقویه. اتصال بعضی از رناهای کوچک مکمل به رنای کی؟ اس آر ان ای به کی وصل میشد؟ به ام آر ان ای دیگه، رنای پیک. بعد ببینید دیگه چه دیگه نداشته باشه. در میان انسان ها صفت آر اچ صفت پیوسته گسسته است. خب گسسته است دیگه، رنگ ذرت بود پیوسته. پیدایش گیاهان چندلادی یا پلیپلویدی مثال خوبی از گونه‌زایی هم میهنی است. اینم از این. پیروبات حاصل از قندکاف، پیروبات حاصل از قندکاف از طریق انتقال فعال یا انتشار تصحیح شده، انتقال فعالی در چرخه کالوین، افزودن CO2 به مولکول 5 کربن توسط آنزیم ریبولوز بیسفوسفات که خودش مولکول 5 کربن است، پس آنزیم اسمش روبیسکوه. برای تولید واکسن نو ترکیب ضد هپاتیت ب، ژن مربوط به آنتیژن سطحی عامل بیماری به یک باکتری یا ویروس
غیر بیماریزا منتقل میشه که بدن بیمار نکنه. در رفتارشناسی با دیدگاه انتخاب طبیعی، پژوهشگران برای پاسخ به پرسش چی رفتار رو پژوهش میکنند. ببین رفتارشناسی که انجام میدن اینا، این خیلی مهمه. میگه انتخاب طبیعی که میاد وسط، انتخاب طبیعی مهمه. پژوهشگران میان میگن که این رفتارها چرا داره انجام میشه، آقا چگونگیشو که میرن بررسی میکنن چگونه انجام میشه. حالا انتخاب طبیعی که میاد وسط برای اینکه بفهمیم اینا چرا دارن این رفتار انجام میدن. پس این چرایی مهمه. این مثلا دو گزینه قشنگ بود که میتونست ذهنو منحرف کنه. خب حالا بریم سوال 4. میگه برای هر یک از گزینه های زیر دلیل علمی بنویسید. دلیل علمی بنویسید، بگی چیه. ببین بچه ها، این از اون دسته سوالات پراکنده است، کلی داره میگه. میگه قطر مولکول دی ان ای در سراسر اون یکسانه. چرا باید اینجوری باشه؟ دلیل علمی بگید. آقا قطر دی ان ای در سراسر اون یکسانه، علتش چیه؟ آقا چون بازها، ما در به اصطلاح دی ان ای هر باز تک حلقه مقابل باز دو حلقه قرار میگیره و این نظمی که هست باعث میشه قطر مولکول دی ان ای به اصطلاح چی بشه بچه ها؟ یکسان باشه در سراسر اون. که حالا قطر دی ان ای که یکسانه، یه سری اتفاقات میتونه رقم بزنه. بچه ها دقت کنید، اینجا از ما چی خواسته؟ دلیل علمی خواسته. ببین ما توی دینیتون یه علت داریم، یه معلول. آقا یعنی چی؟ علت یعنی علت اون اتفاق، معلول یعنی نتیجهش. نه یا اینجا معلول بنویسی ها. ببین قطر مولکول دی ان ای در سرتاسر اون یکسانه، به خاطر نحوه قرارگیری بازها، جفت شدن بازها، بازهای مکمل، پیوندهای هیدروژنی و باز تک حلقه‌ای که مقابل دو حلقه قرار میگیره، باعث میشه قطر دی ان ای در سراسرش یکسان باشه. حالا معلولش چی میشه؟ وقتی قطر یکسان است، اطلاعات هم پایدار میمونن. خب آقا اینو بنویسی نمره نمیدن بهت، چون این معلولشه. شما علت رو باید بنویسی، چون ازت دلیل خواسته، نتیجه نخواست. آرسنیک مانع فعالیت آنزیم میشه. چرا؟ چون میره تو جایگاه فعال آنزیم قرار میگیره، نمیذاره پیش ماده بشه بس بشه. در فرد رونویسی به رشته مکمل، رشته الگو، رشته مکمل، رشته الگو در مولکول دی ان ای میگن رمزگذار. آقا چرا میگن رمزگذار؟ دلیلش اینه که توالی رمزگذار شبیه توالی رنا و آرنی است که از اون رونویسی داره میشه. از کی؟ از مکمل. پس ببین شبیه اون آرنیه. تفاوتش میگه چیه؟ ببین تو آرنی ما یو داریم، تو رمزگذار تی داریم. این میشه به اصطلاح دلیل این که چرا بهش میگن رمزگذار. انگل مالاریا در گلبول‌های قرمز افرادی که اینجوریان میمیره. انگله چرا اینا نمیمیرن؟ انگله میمیره، چون وقتی انگله وارد اینا میشه، گلبول‌های قرمزشون داست شک میشه و انگله همونجا میمیره تمام. اینترفرون ساخته شده با روش مهندسی ژنتیک فعالیتی بسیار کمتر از اینترفرون طبیعی داره. چرا؟ چون تو باکتری شور که نداره، به علت برقراری پیوندهای نادرست در باکتری این اینترفرون خراب شده. خب این است. بریم بعدی. آقا سوال 5، قند دی ان ای و آر ان ای رو با یکدیگر مقایسه کنی. به این مقایسه ای سوال داده، دو مورد هم ازت خواسته مقایسه کن. آقا قند دی ان ای و آر ان ای چه تفاوتی با هم دارن؟ دی ان ای دی اکسیریبوز، آر ان ای ریبوز. ببین وقتی میگه مقایسه کنید، یعنی بیا با هم بررسی کن، حالا لزوما تفاوت یا حالا شباهت نیست، آقا مقایسهش کن. قند دیوکسیریبوز و قند ریبوز هر دو 5 کربنن، یه دونه دیگه. قند دیوکسیریبوز یه اکسیژن از ریبوز کمتر داره، یه دونه دیگه. پس ببین اینا دلایل و اتفاقات مختلفی که ما میتونیم اینجا یادداشت کنیم. در کدام طرح همانندسازی هر دو رشته دی ان ای قبلی به صورت دست نخورده باقی میمونن و وارد یکی از همانندسازی حفاظتی؟ تموم شد آقا، 2500 ما گول نخوری توضیح بدی. شکل روبرو همانندسازی دی ان ای داره نشون میده. علامت سوال چه آنزیمیه؟ خب هلیکازه تمام. ببین علامت سوال داره چه آنزیمیو نشون میده؟ هلیکازو داره نشون میده. حالا نکته بسیار مهم اینه، این سوال به دو تا هلیکاز داره اشاره میکنه. حالا هلیکاز که وظیفه‌شو میدونید دیگه، شکستن پیوند هیدروژنی. اینجا از ما وظیفه‌شو خواسته آیا؟ نه، فقط گفته چه آنزیمیو داره نشون میده. به خاطر همین آنزیمم بهت نیم نمره داده، به خاطر اینکه شما یه آنزیم هلیکاز بگی نیم نمره بهت میده. حالا نکته اینه، چرا تو این سال بس 25 صدم بود و اینجا نیم نمره شد؟ اینجا هم که همون یک کلمه و دو کلمه است. ببین نکته اینه، وقتی شکل میاد وسط یه مقدار قضیه متفاوت میشه. از اون طرف ما اینجا یه شکل که نمیبینیم،
دو تا شکل داریم میبینیم. ببین الف و ب با هم اینجا یک سواله، پس اینم 25/100، اینم که اینجا میخوام جواب بدیم چیه؟ 25/100. پس فکر نکن هر شکلی که بهت بدن لزوما نیم نمره بد داشته باشه. نه، میتونه شکلی باشه که 25/100 باشه، مثل این دو تا شکل، شکلی باشه نیم نمره باشه، و اصلا شکلی باشه که ازش تو خود شکل یه شکل رو بهت بدن، از اون شکل 4 تا سوال ازت بپرسن، 4 تا 25/100 یک نمره اختصاص پیدا کنه بشه. پس این دقیق نمیشه گفت آقا لزوما از یک شکل میتونن چقدر نمره چه و چند نمره سوال بدن. ولی خب حدودش اینجا میتونیم ببین. شکل روبرو کدام مرحله ترجمه رو نشون میده؟ آقا این شکل، خب این عوامل، ببین یو آ رو ما داریم میبینیم، عوامل آزاد کننده رو داریم میبینیم، خب متوجه میشیم مرحله مرحله پایانه، مینویسیم مرحله پایان. خب بریم سوال جدول. هر یک از آنزیم های جدول زیر وظیفه ساخت کدام آرنیو بر عهده داره که الان یه چند دقیقه پیش تو تیپ بندی ها حل کردم. رابسپاراز 2 میشه رنای پیک، رابسپاراز 3 میشه رنای ناقل یا تیارنه. سوال 9، در مورد تنظیم بیان ژن در باکتری ایکولای به پرسش‌های زیر پاسخ بدید. سوال موضوعی، در تنظیم منفی چه پروتئینی مانع پیشروی رنوبسفراز میشه؟ پروتئین مهار کننده. تمام. آقا حالا رو کجا قرار گرفته؟ کی روش تاثیر میذاره؟ نمیخواد. در تنظیم مثبت چه عاملی سبب میشه که فعال کننده به جایگاه خود بچسبه؟ اصطلاحات زیر رو تعریف کنید. صفت در علم ژن شناسی. آقا صفت چیه؟ ویژگی های ارثی جانداران رو میگن صفت، یعنی ویژگی هایی که از پدر مادر به نسل بعد منتقل میشه. جهش. آقا جهش چیه؟ به تغییر ماندگار در اطلاعات وراثتی میگن جهش، تغییر دائمی یا ماندگار، حالا کتابی داره عوض میکنه، به تغییر ماندگار در اطلاعات وراثتی میگن جهش، که میتونه خوب، منفی یا خنثی باشه. ببین یه نمره هم دادن دیگه، چون نیم نمره است یه ذره توضیح بده، چون جهش داره میگه این خوب و مثبت و منفیش هم بگو که دیگه طراح راحت نمره رو بده. طراح میگه مصحح، نمره رو سریع بده تموش. رابطه بین آلل ها، رنگ گل میمونی چه نوعیه؟ خب این توضیح نداره که، بارزیت ناقص چقدر داره؟ 25%. اصلا شما باروم سوالو ببینی متوجه میشی توضیح بدم یا ندم، کم توضیح بدم کم توضیح ندم چیکار کنم. آقا مرد هموفیل با زنی سالم که زنی که سالم است و ناقل هم نیست ازدواج میکنه. ژن نمود و رخ نمود فرزندان خانواده رو با مربع حادث بگید. خب آقا مربع رو ما اینجا رسم میکنیم خیلی ساده. ببین این از این. خب پدر رو چی گفته؟ مرد هموفیله. آقا مرد هموفیله یعنی چی؟ مرد رو بالا بنویسیم، اینجا بنویسیم مرد، اینجا بنویسیم زن. مرده میشه x y. خب y که هیچی، وقتی هموفیل x هاش کوچیکه دیگه. زنه سالمه، ناقل هم نیست، حتی سالمه سالم. خب زنه چیه؟ x x h بزرگ h بزرگ. خب اینا رو در هم ضرب میکنیم، این دوتا که در هم ضرب بشن میشه x x h بزرگ h کوچیک، این دوتا در هم ضرب بشن میشه x h بزرگ y، این دوتا در هم ضرب بشن x x h بزرگ h کوچیک باز، بله این دوتا باز هم ضرب بشن میشه x y h بزرگ. خب آقا چی شد؟ x x h بزرگ h کوچیک که میشه دختر ناقل، بازم پایین میشه دختر چی؟ ناقل. x h بزرگ y هم که میشه پسر سالم. پس ببین خانواده ای که اینو دارن ژن نموداشون میشه x h بزرگ x h کوچیک یا x y h بزرگ. فنوتیپاش چی میشه؟ پسره قطعا ناقله، نمیگم پسر قطعا سالمه، اصلا پسر ناقل نداریم، دختره قطعا ناقله. پس ببین این شد دختر ناقل، اصلا حالت دیگه ای که نداره، پسرم قطعا ساله. مربع پاینت هم که باید رسم کنی الزامیه. خب در این پرسش هایی که در عبارت های مختلف داریم میبینیم در مورد انواع جهش آورده شده، عبارت های مرتبط به هم را در دو ستون مشخص کنید. میگه دو مورد توی ستون به اضافی است. آقا 4 تا داده، دو تاش اضافیه. همون سوال جدول باز. ببین ستون الف میگه که در این نوع جهش، حالا یه نکته رو بگم، بهتره شما اول الف رو بخونی بعد بو. در این نوع جهش رمز یک آمین اسید به رمز دیگری برای همان آمین اسید تبدیل میشه، این میشه جهش خاموش. خب اینجا پیدا میکنیم چه گزینه سه.
خب اینجا اینو به این وصل میکنیم، یا حالا کنارش می‌نویسیم سه، حالا کنار که نه تو پاسخنامه به اصطلاح اینا رو به هم میگیم و مرتبط می‌کنیم. در این نوجهش قسمتی از یک کروموزوم به کروموزوم غیر همتا منتقل میشه. ببین همتا وجود نداره، پس میشه جهش جابجایی، پس این میشه جابجایی، اینا مربوط میشه به یک. تموم شد این دوتا اضافه. خب گونه‌زایی هم میهنی و دیگر میهنی را از نظر جدایی جغرافیایی با یکدیگر مقایسه کنید. ببین فقط اگه نظر خواسته گونه‌زایی هم میهنی، هم میهنن دیگه، لحاظ جغرافیایی با هم به اصطلاح میتونن توی جغرافیا باشن، توی محل باشن و جدایی جغرافیایی رخ نداد، اما گونه‌زایی دیگر میهنی در محل‌های مختلف، در دو محل یا حالا محل‌های مختلف میتونه صورت بگیره و از نظر جغرافیایی بینشون جدایی انجام شده. پس این است. به سوالات زیر در رابطه با تامین انرژی از ماده پاسخ دهید. ببین سوالات هی داره کم کم از فصل‌های عقب‌تر میره به سمت جلوتر، این سوالات موضوعی و پراکنده که داره میده هی داره کم کم میره جلو و یه ترتیب خاصی رو به خودش میگیره. خب انرژی از ماده با افزوده شدن یک فسفات، پس ببین یک فسفات به آدنوزین چه مولکولی تشکیل میشه؟ آها قشنگ شد. ببین گفته یه فسفات به آدنوزین وصل شه. اصلا آدنوزین چیه؟ آدنوزین یعنی اون قند آدنین، میگم قند باز آدنین و قند ریبوزو با هم میگن آدنوزین، اصلا فسفاتی نداره. چقدر سوال قشنگی بود. یه فسفات بهش اضافه بشه، نگی ATP، آدنوزین مونوفسفات یعنی AMP. چقدر این قشنگ بود. ببین از این سوالات مفهومی میدن ها توی امتحان نهایی، حالا این 60% قطعی بشه که از اینا فراوان خواهیم دید. انرژی حاصل از تجزیه مولکول گلوکوز در قندکاو و چرخه کربس صرف ساخته شدن کدوم مولکول های حامل الکترون میشه؟ ببین در قندکاو و چرخه کربس NADH و FADH2 که حامل الکترون. حالا به سوالات زیر در رابطه با زنجیره انتقال الکترون در میتوکندری پاسخ بدید. یون های اکسید ایجاد شده در این زنجیره برای تشکیل چه مولکولی استفاده میشن؟ آب. پروتون های فضای بین دو قشای راکیزه توسط چه پروتئینی به بخش داخلی راکیزه برمیگردن؟ عتق کانال و همون بخش کانال و اصلا کلا پروتئین رو بخوایم اسمش رو بگیم میگیم آنزیم ATP ساز که بخش کانال هم داره. در فرآیند تخمیر الکلی اتانال چگونه از اتانال ایجاد میشه؟ ببین تو تخمیر الکلی ما اتانال داریم، بعد در نهایت میشه اتانول. میگه اتانول چگونه از اتانال ایجاد میشه، چی میشه که اتانال میشه اتانول؟ اتانال میاد اینجوری مینویسید، ببین نیم نورم داده پس توضیح یه ذره باید بدید. اتانال با گرفتن، ببین با گرفتن الکترون های NADH، دو تا الکترونش که میگیره اون میشه NADH مثبت، NADH الکترون دست میده دیگه، با گرفتن الکترون های NADH به اتانول تبدیل میشود به همین سادگی. در رابطه با آزمایشی که برای بررسی این فرضیه انجام شد که همه طول موج های نور مری به یک اندازه در فتوسنتز نقش دارند، به پرسش از زیر پاسخ دهید. بچه ها فعالیت رو سوال میدن ازش، فعالیت های کتابتون مهمند که تو طرح 20 من براتون گفتم. ببین الان فعالیت اومده سوال داده، میگه در رابطه اون آزمایش فصل 6 که برای این انجام شد که همه طول موج‌های نور مرئی به یک اندازه در فتوسنتز نقش دارن. آقا این درست هستن؟ همه طول موج‌های نور مرئی یک اندازن، اول اینکه غلطه. خب آزمایش انجام دادن دیگه، می‌خواستن ببینن درست یا غلط. حالا میگه در رابطه با اون آزمایش به این پرسش‌ها پاسخ بده. نام جلبک رشته‌ای که در این آزمایش استفاده شد چی بود؟ اسپیروژیر. از این آزمایش چه نتیجه ای گرفت؟ میگه از این آزمایش میتوان نتیجه گرفت که رنگیز اصلی در فتوسنتز چیه؟ سبزینه است. چرا سبزینه رنگیز اصلی فتوسنتزیه؟ حالا ببین من خودم دارم توضیح میدم چون اینجا یه ذره آموزشه، ولی از این آزمایش میتوان نتیجه گرفت رنگیز اصلی در فتوسنتز چی؟ سبزینه. تمام، برو سوال بعدی. حالا برای بعضی شاید سوال باشه چرا سبزینه اینه، یعنی رنگیز اصلیه. ببین ما توی طول موج‌های 400 تا 500 نانومتر و 600 تا 700 نانومتر بیشتری میزان فتوسنتز رو داریم، چون در این طول موجها سبزینه ها هستن که بیشترین جذب نور رو دارن و چون بیشترین جذب نور رو دارن و بیشترین فتوسنتز رو میبینیم، رنگیز اصلی فتوسنتزی میشه سبزینه. حالا از این بگذریم، میزان سبزینه در به اصطلاح ساختار این گیاهان و اصلا کلن اونایی که فتوسنتز میکنن از کاروتنوئیدها بیشتره، مگر اینکه تو فصل پاییز بشه که کارتون اون اصلا یه جداه،
پس ببین توضیحش هم اینجا دادم چون فعالیت بود اینجا توضیح دادم، ولی شما نیاز نیست هم بنویس سبزینه، برو سوال بعدی. در مورد فتوسنتز به پرسش های زیر پاسخ دهید. الف، منشأ پروتون های موجود در فضای درون تلاکوئید از کجاست؟ ببین منشأ اینه کجا اومده این پروتون ها تو تلاکوئید از کجاها میاد. دو حالته، یک از پروتون هایی که از بستره کلروپلاست پمپ میشن میان به سمت فضای درون تلاکوئید، این یک، و دو آبی که میاد تجزیه میشه و هاش مثبت ایجاد میکنه یا اون پروتون. پس منشأش از چند جاست؟ از دو جا، یک از اون فضای بستره کلروپلاست که میاد و پمپ میشن توسط اون پمپ و اون به اصطلاح فتوسیستم و زنجیره انتقال الکترونی که بین دو تا فتوسیستم هست اون پمپ، و دو آبی که میاد درون تلاکوئید تجزیه میشه تو فضای درون تلاکوئید. چی میشه؟ تجزیه میشه. گیاهان CAM برای جلوگیری از هدر رفتن آب در دمای بالا و نور خورشید چه سازشی دارن؟ آقا روزانه هاشون تو شب بازه، تو روز بسته است. یاخت‌های غلاف آبندی در گیاهان C4 و C3 چه تفاوتی با هم دارن؟ این مکانو مطرح کرد. غلاف آبندی تو گیاهان C4 کلروپلاست داره و محل انجام چرخه کالوینه یا تثبیت ثانویه. در گیاهان C3 هیچ کلروپلاست نداره و اصلا گیاهان C3 تثبیت اولیه ندارن. خب دیگه بکنم صفحه آخر باشه، دیگه موفق باشیدم. دیدیم در مورد مراحل مهندسی ژنتیک به سوالات زیر پاسخ بدید. فصل 7، در هنگام برش دی ان ای توسط آنزیم ایکوربان پیوند فسفودیسه بین نوکلئوتیدها در جایگاه تشخیص شکسته میشه. خب کدوم نوکلئوتیدها؟ آقا گات، یعنی بین جی و آ پیوند فسفودیسه شکسته میشه، بین به اصطلاح نوکلئوتیدهایی که باز آدنین و گوانین دارن. برای اتصال دی ان ای مورد نظر، یعنی همون ژن خارجی، به دی سک چه آنزیمی باید بیاد استفاده بشه؟ و اینکه اتصال بدیم لیگاز. از باکتری هایی که دی ان ای خارجی دارن، داره دی ان ای خارجی هستن، چه استفاده میشه؟ ببین از باکتری هایی که دی ان ای خارجی دارن و دی ان ای نوترکیب رو دریافت کردن، یا برای تولید محصول، تولید فراورده یا استخراج ژن استفاده میشه. این دوتا مهمن، یا حالا بحث تحقیقات و مطالعات و اینا بهش اضافه میشه که این دوتا اولی مهمترن. مثلا ما انسولینی که میسازیم در گفتار سه میگه از باکتری استفاده میکنیم دیگه، پس داریم تو مهندسی پروتئین ازشون استفاده میکنیم و استفاده بسیار بسیار متنوعی این باکتری هایی که دی ان ای خارجی دارن برای ما در مهندسی ژنتیک پیدا میکنن، که مهمترینش چی بود؟ تولید فراورده یا محصول که میتونه پروتئین باشه یا چیز دیگه، و استخراج ژن. چگونه پیش هورمون به هورمون فعال تبدیل میشه تو انسولین؟ با جدا شدن زنجیره سی از توالی. انواع یادگیری در مثال های زیر رو بنویسید. یادگیری چیه؟ پرندگان به حضور مداوم مترسک در مزرعه پاسخ نمیدن، خوگیری یا عادی شدن. شامپانزا از تکه های چوبی یا سنگ به شکل سندان یا چکش استفاده تا بوسه سخت میوه رو بشکونه، حل مسئله. در مورد رفتارهای جانوران به پرسش‌های پاسخ بدهید. بازم همون فصل 8، در رفتار نقش‌پذیری جوجه عامل شناخت جسم به عنوان مادر چیست؟ ببین عامل شناخت جسم چیه در رفتار نقش‌پذیری؟ اولین جسم متحرک، یعنی اون حرکت کردن شرطه. آقا یه چیز ثابت رو بذارین بهش نقش‌پذیری پیدا نمی‌کنه. پس اولین جسم حرکت کننده‌ای که ببینه میشه مادرش. چرا در نوع جیرجیرک جانور نر جفت خود رو انتخاب می‌کنه؟ چون هزینه بیشتری داره میده، چون داره اون کیسه‌ای که همراه با اسپرم میده حجم زیادی از بدنشو داره، اینو به اصطلاح حجم وزن بدنشو داره تشکیل میده. پس اینو وقتی میخواد بده داره هزینه بیشتری توی تولید مثل میده، پس ایشون باید انتخاب جفت کنه. چگونه زنبورهای کارگر داخل کندو از فاصله تقریبی منبع غذایی تو کندو مطلع میگردن؟ یعنی فاصله تقریبی رو میفهمن با اطلاعات زنبورهای یابنده. یعنی اگر گفتن فاصله تقریبی شو، میگید اون زنبورهای یابنده میان یه سری وزوزا میکنن، یه سری حرکات انجام میدن، با اطلاعات زنبورهای یابنده اینا متوجه میشن. اگر میگفت فاصله دقیق، با حس بویایی خودشون. این نکته تستی هم هست. این از این تمام شد آقا. امتحان نهایی 1400 خورده 1600 براتون هر کی. اما اون نکته خفنه که گفتم تو انتهای ویدیو با ما همراه باشید، هدیه من به شما، این یک بخشی از اون به اسم فایل ترفندهای تستیه که اونم براتون ضبط کردیم. بچه ها حتما اونم ببینید. یک ویدیو شبیه همین ویدیو در مورد کنکور و
تست حل کردن من براتون آماده کردم، یک ساعت و نیمه که تو اونجا همه چی در مورد تست کنکور توضیح دادم. حالا یه قسمت، یه برش، یه اسلاید از اون ویدیو، از اون پاورپوینت رو من اینجا براتون آوردم که هدیه من به اونایی باشه که تا اینجا همراه ما بودن. اونم اینه بچه‌ها، این 12 8 تا فصل بود، هر فصل توی کنکورهای سراسری سالیان اخیر 98 99 2600 چند تا سوال داشته که اینجا براتون گذاشتیم و میتونید مشاهده کنید. دیگه نمیخوام کلی روش توضیح بدم، فقط ببین دی ان ای و پورته میشه فصل 1، این فصل 2 3 4 5 6 7 8 عنوان فصل رو آوردم. مثلا فصل 5 میشه تنفس سلول، فصل 4 میشه ژنتیک جمعیت. حالا لزوما اون عنوانی که کتاب گفته رو نیاوردم، اون چیزی که بیشتر مرسومه. فصل 2 میشه رونویسی و حالا ترجمه و اینا. فصل 8 میشه رفتار جانوران. ببین مثلا توی 98 98 داخل چی؟ آقا کنکورهای داخل کشور. خارج چیه؟ خارج کو. البته اینجا من خارجا رو نیاوردم براتون، میگم تو اون فایل تستی مطرح کردم، اینجا فقط داخل ها را آوردم. ببین 98 داخل، 99 داخل، 1400 داخل، سه تا کنکور اخیری که همه اونایی که رشته تجربی توی کشور ایران شرکت کردن این کنکور ها رو به اصطلاح حاضر بودم و جواب دادم. ببین تو 98 بیشترین سوال از کدوم فصل بوده؟ نگاه کن ببین دیگه، فتوسنتز. تو 99 بیشترین سوال از کجا بوده؟ از ژنتیک. و تو 1400 6 تا سوال از فتوسنتز دادن. 6 تا خیلیه. پس ببین اهمیت این فصل رو اینجا ما میتونیم متوجه بشیم. مثلا فصل 1 2 تا بوده، 2 تا بوده شده هیچ توی این 3 سال کنکور. فصل 2 2 تا بوده، 3 تا بوده، 3 تا شده و 3 تا مونده. فصل 3 3 تا بوده، 4 تا شده و 3 تا. این رنجش تقریبا ثابت. ژنتیک جمعیت 2 تا بوده، 2 تا بوده شده 5 تا. تنفس سلولی که بهش ظلم کردن تو 98 یه دونه بوده، بعد شده 3 تا و دوباره 3 تا. فتوسنتز 4 تا، 3 تا، 6 تا. مهندسی ژنتیک 2 تا، 1 تا، 2 تا. و رفتار جانوران 2 تا، هیچی، 1 تا. پس اگه بخوام اینجور بگم، کم اهمیت ترین فصل توی کنکورهای اخیر این فصل 8 ته، یعنی علاوه تستی، و پر اهمیت ترین فصل بحث فتوسنتز و ژنتیک خیلی مهمه. این از این بچه ها، این هم هدیه من به شما. و کلام آخر، کلام آخرم اینه بچه ها، امتحان نهایی چیز سختی نیست. حالا اگر این ویدیو رو میبینید ممکنه دو روزی امتحان نهایی داشته باشید، ممکنه یه هفته دیگه، ممکنه یه ماه دیگه، ولی کلن امتحان نهایی خیلی راحته. البته باید ببینیم این 60% قطعی کردنه که میاد وسط چه تغییری تو امتحان نهایی رخ میده، چه جوری میخوام برگزارش بکنن. احتمالاً لول سوالات، قطعاً لول سوالات میره بالا، یه ذره سخت‌تر میشه نسبت به این امتحانایی که الان دیدیم. اصلا کلا امتحان نهایی بچه‌ها تشریحی راحته، هم تایمش نسبت به کنکور بیشتره، هم شما راحت‌تر میتونی سوالو بنویسی، دست خودته. کنکور نه، بعد یه گزینه رو انتخاب بکنی، یه تستو بزنی، تو تست یه گزینه رو به اصطلاح انتخاب بکنی. و کلا امتحان نهایی هیچی نیست بچه‌ها. این فایل در کنار طرح 212 که براتون آماده شد مکمل همان که شما رو برای امتحان نهایی آماده بکنم. امیدوارم که در امتحان نهایی همتون تک تکتون به نمره 20 دست پیدا بکنید. آرزوی موفقیت میکنم براتون. فعلا خداحافظ. Beat up, beat up.